ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در پاسخ به سؤالی درباره اتباع آمریکایی ایرانی تبار در زندان‌های جمهوری اسلامی گفت تهران برای تبادل زندانیان با آمریکا جدی است و طولانی شدن روند تبادل متأسفانه نتیجه عدم وجود اراده نزد دولت آمریکا بود. او در ادامه پاسخش بدون نام بردن از کشوری خاص افزود که برخی از دولت‌های دارای روابط خوب با طرفین در این زمینه در حال تلاش هستند. آقای کنعانی درباره مذاکرات به بنبست رسیده احیای برجام گفت اگر اراده سیاسی از سوی آمریکا باشد امکان بازگشت به برجام همچنان وجود دارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی با برنامه فرید زکریا در شبکه CNN با انتقاد از دولت پیشین آمریکا بابت خروج از توافق برجام سال 2015 گفت آمریکا در تلاشش برای احیای برجام منافع ملی خود را در نظر داشته و دارد و بنابراین اصرار بر برخی از تعدیلات در آن توافق امری طبیعی است. از زمانی که از توافق خارج شدیم و در زمانی که تلاش می‌کردیم با آن برگردیم با تحولات و تغییراتی مواجه بودیم. اما اساساً آنچه که ما سعی کردیم انجام دهیم این است که با برخی تغییرات کوچک به توافق موجود برگردیم. توافق روی میز بود. ایران یا نتوانست یا نخواست بله بگوید. ما قرار نیست وارد هر توافقی بشویم. البته که باید اهداف امنیتی ما برآورده شود. ولی ما هم اکنون در جایی هستیم که در مورد احیای توافق هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. ما به وضوح به پیام دادیم که باید اقداماتی را برای تنش‌زدایی انجام دهند، نه تشدید تنش‌هایی که در روابط ما در طیف‌های مختلف وجود دارد. همزمان ما به کار کردن روی بکارگیری احتمالی هر گزینه‌ای ممکن برای مقابله با مشکلات و تهدیدات ناشی از ایران ادامه می‌دهیم. اما همچنان قویاً معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای حل مشکل هسته‌ای است، زیرا در مقایسه با همه گزینه‌های دیگر راهی است که می‌تواند پایدارترین و مؤثرترین نتیجه را ایجاد کند. اما این بدان نیست که گزینه‌های دیگر وجود ندارد و در صورت لزوم ما با آنها متوسل نخواهیم شد. دولت جو بایدن از زمان بروز اعتراضات مردمی صرفاً به صورت غیر مستقیم بر روی آزاد کردن شهروندانش از بند جمهوری اسلامی با تهران در حال رایزنی بوده است. همزمان بارها تاکید کرده است که برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی همه گزینه‌ها روی میز است. وزارت دفاع آمریکا اخیراً بنا به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با رفتارهای مخل آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی علاوه بر جنگنده‌های پیشرفته و ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروی تفنگدار دریایی به منطقه اعزام کرده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.